عمق ظاهری، عمق واقعی. راستی بچه‌ها تا حالا استخر رفتید؟ اگر از کنار استخر، از هوا به کف استخر نگاه کنید چی میبینید؟ آره کفشو بالاتر میبینیم. ایشالا فکر کردید چرا اینجوریه؟ نور وقتی میخواد از آب وارد هوا بشه شکست پیدا میکنه. همین شکست باعث میشه که شما کف استخر رو بالاتر ببینید. من میخوام امروز راجع به این صحبت کنم، عمق ظاهری. من میام یه مثال ساده میزنم. شما تصور کنید یه استخر دارید، یه چراغی در کف استخر قرار داره، یه توپ. عمق واقعی استخر شما در واقع هاشه بزرگ. حالا برای اینکه این رو ببینی باید از اون به چشم شما نور برسه. خب اگر پرتوهاش رو بررسی کنیم بی نهایت پرتو داره که در همه جهات بازتاب میکنه، یا اگه چراغ باشه از خودشه. اگه پرتوی مستقیم بیاد مستقیم هم وارد هوا خواهد شد. محیط اول ما جاییست که جسممون قرار داره، محیط دوممون جاییست که در واقع ناظر قرار میگیره که اندو بهش میگیم. حالا اگر پرتو من رس کنم پرتو مستقیم میاد وارد هوا میشه. اما اگر پرتوی مایل به تابه، موقعی که میخواد از محیط غلیظ وارد محیط رقیق بشه شکست پیدا میکنه و شکستش طوریه که از خط عمود دور میشه. حالا اگر چشم در این نقطه قرار داشته باشه، این چشم پرتوها رو طوری میبینه که فکر میکنه مستقیم میان. خداوند چشم ما رو طوری خلق کرده که اگر در یک نقطه به هر دلیلی مسیر پرتوهای نور تغییر کنن، این تغییر مسیر رو احساس نمیکنن، بلکه همیشه فکر میکنن نور به خط مستقیم داره میاد. یعنی توپ رو به جای اینکه در جای خودش ببینن در این نقطه مشاهده میکنن. پس این مقداری که شما از سطح آب دارید میبینید، این همون چیزیه که ما بهش میگیم عمق ظاهری. پس داستان این شد. عمق ظاهری در واقع مقداری است که از سطح آب تا اونجایی که ما میبینیم رو در نظر میگیریم. هاشه کوچیک نشونش میدیم. حالا آیا من میتونم برای اینها یه رابطه بنویسم؟ بله. میام به این صورت عمل میکنم. میگم عمق ظاهری به عمق واقعی برابر است با ضریب شکست محیط دوم به ضریب شکست محیط اول. حالا سوال پیش میاد محیط دوم رو کجا بگیریم؟ جایی که ناظر قرار داره. محیط اول جایی که جسم قرار داره. آیا میشه پارامتری هم بنویسیم؟ بله. عمق ظاهری رو هاش کوچیک، عمق واقعی رو هاش بزرگ، ان دو به ان یک. پس اگه جاگذاری کنم یه رابطه هم به دست میاد، ولی من خیلی به این علاقمند نیستم. شما اگر تعریف رو بلد باشین راحت تر میتونید خودتون رو بنویسید. بذارید یه مثال براتون حل کنم. منتها قبل از اینکه این مثاله رو میخوام براتون حل کنم، میخوام این نکته رو بگم. همیشه محیطی که ناظر در آن قرار دارد رو محیط دوم فرض میکنیم. پس بچه ها به عنوان مثال، عمق آب در یک استخر 2 متر است و نقطه روشن در کف استخر قرار دارد. اگر از 1 متری بالای سطح آب و درست بالای آن نقطه نگاه کنیم، نقطه روشن در چند متری چشم به نظر میرسد. بذارید توضیح بدم. بعضی از بچه ها از من سوال میکنن شما وقتی از بیرون داری به طور عمود نگاه میکنی، خب پرتوهای نور عمود که شکسته نمیشن. آره، یه دونه پرتو که نمیاد، که تعداد پرتوهایی که دارن میان زیادن، یه دونش نشکنه بقیه چی؟ بعد ما نمیتونیم خیلی هم از خط عمود فاصله بگیریم. پس اینجا منظور اینه که از خط عمود یه ذره فاصله داشته باشید تا این نسبتی که بر عمق ظاهری نوشته بودیم درست باشه. پس وقتی شکل مسئله رو میکشم دقت کنید، ما در داخل این استخر اومدیم یه چراغ قرار دادیم. ما چراغ یه ماهی فرض میکنم که در عمق چند متری قرار گرفته، 2 متری. ضریب شکست محیط اولمون 4/3، ضریب شکست محیط دوممون که هوا هست 1. حالا اگه این ماهی رو من اینجا تصور کنم، پرتوی که مستقیم میاد بله شکست پیدا نمیکنه، اما پرتوی که کج میاد شکست پیدا میکنه و در واقع امتداد پرتوها جایی است که ما تصویر رو مشاهده میکنیم. یعنی چشم اگر در این نقطه قرار بگیره ماهی رو اینجا میبینه. پس نگاه کنید، اگر من محل چشم رو در نظر بگیرم، از سطح آب 1 متر بوده. محلی هم که ماهی الان در زیر آب به نظر میرسه میشه هاش، که همون عمق ظاهری است. پس اگر من میخوام فاصله اون چراغ یا ماهی رو با چشم در نظر بگیرم، این ایکس رو باید در نظر بگیرم که میشه هاش به علاوه 1. حالا برای حل کردن این من میام چیکار میکنم؟ میگم رابطه رو بنویسیم، هاش به هاش بزرگ مساوی با ان دو به ان یک. عمق ظاهری به عمق واقعی، ضریب شکست محیط دوم به ضریب شکست محیط اول. جاگذاری میکنم، سادهش میکنم، میشه 1.5. ولی این جواب من نیست. چرا؟ چون من ایکس رو میخوام. فاصله ای که ماهی از چشم من دیده میشه، چراغ از چشم من دیده میشه. پس اگر فاصله از چشم رو بخوام، ایکس برابر میشه با هاش به علاوه 1. جاگذاری میکنم و جواب برابر با 2.5 میشه. سوال بعدی رو دقت کنید. درون ظرف مایعی شفاف به عمق 30 سانتی متر وجود دارد
و از دید قائم کف ظرف 7.5 سانتی متر بالاتر به نظر می رسد. چند سانتی متر از عمق مایع کم کنیم تا کف ظرف 5 سانتی متر بالاتر به نظر برسه؟ پس بچه‌ها ما عمق واقعیمون 30 سانتی متره، 7.5 سانتی متر بالاتر دیده میشه. یعنی من میتونم عمق ظاهری رو به دست بیارم. از روی اون میتونم ضریب شکست این مایع رو به دست بیارم که بهم نگفته. پس من میام در حالت اول یه شکل برای خودم رسم میکنم. عمق واقعی 2 متر. توپ در کف ظرف قرار داره، پرتوی که عمود میاد مستقیم، پرتوی که کج میاد شکست پیدا میکنه، ما توپ رو بالا میبینیم. چقدر بالاتر مشاهده کردیم؟ به اندازه 7.5. پس ضریب شکست محیط اول نداریم، ضریب شکست محیط دوم 1ه، مقداری که بالاتر به نظر میرسه 7.5ه. پس شما میتونید اینجا بگی عمق ظاهری 22.5ه. خب نگاه کنید، هاش کوچیک معلوم، هاش بزرگ معلوم، ضریب شکست محیط دوم معلوم، ضریب شکست محیط اول مشهول. اگر تو رابطه قرارش بدیم، جاگذاری کنیم، ساده کنیم، برابر میشه با 4/3. فهمیدم مایه ما آب بوده. پس ضریب شکستش رو الان دارم. حالا بریم دو مرتبه مسئله رو حل کنیم. در حالت جدید میگه چقدر از این کم کنیم که چقدر بالاتر دیده بشه؟ 5 یا 5.5 سانتی متر. حالا در حالت دوم وقتی که من عمق رو دارم، هاش بریمه دیگه، هاش قبلی نیست، چرا کم کردم از روش دیگه؟ چی؟ توپ رو میذارم کفش، پرتوبی که میاد مستقیم، کج بیاد شکست پیدا میکنه، بالاتر به نظر میرسه. چقدر؟ 5 سانتی متر. یعنی الان در حالت جدید 5 سانتی متر بالاتر دیده میشه. خب بچه ها اینجا میتونیم بنویسیم هاش پریم که عمق ظاهری در حالت جدیده. ضریب شکست محیط اول الان معلومه، ضریب شکست محیط دوم هم معلوم هست که برابر با 1ه. اگر رابطه رو بنویسم هاش پریم به هاش پریم مساوی است با n2 به n1. خب بچه ها الان رو همین شکل نگاه کنید، آیا هاش پریم بزرگ عمق ظاهری به علاوه 5 نمیشه؟ پس من میتونم اینجا بنویسم هاش پریم بزرگ مساوی است با هاش پریم کوچیک به علاوه 5. اگر ببرمش طرف دوم یه عبارتی به دست میاد، هاش پریم منهای 5. اینو میام تو رابطه قرار میدم، هاش پریم منهای 5 تقسیم بر هاش پریم مساوی است با ضریب شکست محیط دوم تقسیم بر ضریب شکست محیط اول. حالا اگر طرف وسطین کنیم و سادهش بکنیم، عددی که به ما میده برابر با 20 خواهد شد. آیا از ما پرسیده بود که در حالت جدید چقدر باشه؟ نه، به ما میگه چقدر کم کنیم. خب من قبلا میدونستم چقدر بود. اگر x رو بخوام حساب کنم، هاش منهای هاش بریم 30 منهای 20، 10 سانتی متر باید از این مایه که آب بوده باید کم کنیم تا به جای 7.5 سانتی متر بالاتر دیده بشه فقط 5 سانتی متر بالاتر دیده بشه.